سرخط خبرها. دادان درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ اعتراض رئیس جمهوری ایران به فسادهای میلیارد دلاری. روحانی میگوید اگر نهادهای مسئول شفاف سازی نکنند خودش افشاگری خواهد کرد. دعوت امارات از ایران برای بازگشت به میز مذاکره. یک مقام ارشد اماراتی میگوید توافق معیوب و جنگ تنها گزینه‌های موجود نیستند. اگر کمیسیون با شماری را در غیاب ناظرین ما ادامه بدهد ما مجبور به اقدامات بعدی میشیم. مطلب هم ایست که انشاءالله تأکید یک نامزد اصلی ریاست جمهوری افغانستان بر لزوم توقف بازشماری آرا. عبدالله عبدالله میگوید رأی های باطل باید جدا شوند. و جشن و پایکوبی در توکیو برای تاجگذاری امپراتور جدید ژاپن. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران میگوید وقتی قوه قضاییه با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد میکند باید در خصوص فسادهای میلیارد دلاری هم توضیح داد. حسن روحانی این حرفا را در سفر به یزد بیان کرد. در همین حال عده‌ای علیه عملکرد اقتصادی دولت شعار دارند. پاسخ آقای روحانی به این شعارها رو ببینید. صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردم بزرگ، شما مردم مهربان، شما مردم در خط انقلاب هستید. اختلاف و فاصله خواست آمریکاست. نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده‌ای معدود بلند شود. آقای روحانی بدون نام بردن از فرد یا نهادی خاص از قوه قضاییه خواست درباره یک پرونده فساد 947 میلیون دلاری برای مردم توضیح داد و از نهادهایی بگوید که به گفته او بیش از 700 میلیون دلار پول گرفتند و پس هم نمیدهند. او به پرونده بابک زنجانی هم اشاره کرد. این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2,700,000,000 پول این مردم را خورد و او را دستگیر کردند و حکم اعدام هم براش صادر کردند و الان در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ چرا اونهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود؟ من از همه مسئولین می خوام این 2,700,000,000 را برای مردم شفاف کنند. این پول نفت بوده، این پول خزانه بوده، این پول بیت المال بوده. این صحبت‌های آقای روحانی در یزد حاشیه‌هایی رو هم داشت، از جمله اینکه آقای روحانی عملاً صحبت درباره فساد رو بعد از اون شروع کرد که تعدادی از حاضران شعارهایی در انتقاد از وضعیت اقتصاد سر دادن. شعارهایی مثل روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد. بخشی از این حواشی رو با هم ببینیم.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی، فنلاند با ما هستند. آقای آگنجی، به نظر میرسه که همه مسئولان ایرانی کم و بیش مسابقه مبارزه با فساد را انداختند. برای این مبارزه با فساد مخصوصا حالا دستاویزی شده برای دعواهای جنایی و جنگ قدرتی که علنی تر میشه روز به روز، و صحبتهایی هم که آقای روحانی کرد در مورد انتقاد نسبت به قوه قضاییه است که برخورد با فسادها رو به صورت نمایشی و سیاسی داره انجام میده و تنها نسبت به یک جناح خاص داره این برخوردها صورت میگیره، در صورتی که اشاره آقای روحانی نسبت به دولت گذشته، فسادهای گسترده‌ای که توی دولت گذشته هست، 2 میلیارد دلاری که گم شده که این 2 میلیارد دلار برای اینکه بینندگان هم حالا بدونن چی هست، این اوراقی هست که در سال 86 توسط دولت احمدی نژاد خریداری شد و بخشی از، یعنی از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی خریداری شد و بخشی از این در اروپا و بخشی هم در بانک نیویورک نگهداری شده به صورت فیزیکی، که اینها رو دولت وقت داشته 10 ماه اینها رو بفروشه و اون پولها رو به ایران انتقال بده، اما این کار رو انجام نداده و سر باز زده و هنوز که هنوز تکلیف این مبالغ مشخص نیست. بخش دیگری هم که حالا به فسادهای بابک زنجانی اشاره میکنه که یکی از کارگزارهای سپاه در فروش نفت بوده و پولهایی رو که از فروش نفت عاید شده رو هنوز بر نگردونده و هیچ تضمینی هم بابت این وجود نداره که این پولها بتونه توسط بابک زنجانی برگشت داده بشه. و عملا آقای روحانی داره اشاره میکنه به این که قوه قضاییه این مبارزه‌ای که اون کمپینی که به اسم مبارزه با فساد راه انداخته کم و بیش اصولا سیاسی است، جناحی است بیشتر تا اینکه به درستی اشاره، یعنی هدف گرفته باشند کسانی رو که واقعا میخواستن فساد برپا کنند. بله، تا حدودی حرفای آیه روحانی کاملا درسته، به این دلیل که فسادهایی رو که ما شاهد هستیم تمامی از بخش دولت رو هدف گرفته. این شکی نیست که این فسادها انجام شده، قطعا این فسادها انجام شده و باید رسیدگی شه، اما فسادهایی رو که توسط شهردار سابق تهران یعنی قالیباف انجام شده و فسادهایی که توسط جناح تندرو نزدیکان احمدی نژاد انجام شده و هم و بخش دیگری از اون اشاره‌ای که روحانی داشت در مورد فروش امتیاز فروش نفتی بود که به سپاه واگذار شد و پولهایی رو از بخش فروش نفت عاید سپاه شد و هنوز اون پولها رو به طبق صحبت‌های آقای روحانی هنوز اون پولها بازگشت داده نشده به دولت و سرنوشت اون پولها مشخص نیست، یعنی که این فسادهای گسترده و سیستماتیکی که در وجود داره توسط قوه قضاییه صرفا در یک جناح رسیدگی میشه و در جهت تضعیف دولت داره و در نه تنها تضعیف دولت، در جهت تضعیف یک جناح خاص داره این مبارزه با فساد صورت میگیره، در صورتی که روحانی خواستار این شده که این اگر قرار هست مبارزه با فساد انجام بشه در تمامی سطوح انجام بشه و تمامی نهادهایی رو که حالا هدف هستند و رانتخاری انجام دادن، فسادهای مالی گسترده انجام دادن و پولهایی رو که بردن تکلیفش مشخص بشه. و در اصل حالا دلیل این که در نزدیک انتخابات این بحث ها داره مطرح میشه و خیلی داغ‌تر میشه به دلیل این هست که جریان تندرو داخل ایران به دلیل اون سنگ‌اندازی ها در جهت دولت باعث شده که قدرت رو در دست بگیره و آماده برای این بشه که مجلس رو در دست بگیره. به نظر من اگر اینکه روحانی طبق صحبت‌هاش، یعنی اینکه بخواد بگه چه کسانی فساد انجام دادن و چه کسانی این فسادهای سیستماتیک رو دارن هدایت میکنن، اگر این صحبت‌ها رو انجام بده و بخواد پایگاه اجتماعی دوباره برگرده، به نظر من فعالین و رسانه‌ها وظیفه دارن از روحانی حمایت کنن تا این فسادها رو افشا کنه، در صورتی که اگر روحانی نخواد نمایشی یا صرفاً برای قدرت‌گیری سیاسی این صحبت‌ها رو کنه و واقعاً قصد این رو داشته باشه که اون پایگاه اجتماعی رو که از دست داده دوباره برگردونه و واقعاً در برابر این فسادهای سیستماتیک ایستادگی کنه. ممنون از شما آقای آگنجی. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
امارات از ایران خواسته که به پای میز مذاکره برگردد. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات ایران را به مذاکره با قدرت‌های جهانی و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس تشویق کرده و گفته باید توافق جدیدی حاصل شود که علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران را هم در بر بگیرد. آقای قرقاش همچنین گفته تشدید تنش‌ها در منطقه به نفع هیچ کشوری نخواهد بود و هم هنوز امکان حل مناقشه از طریق دیپلماسی وجود دارد. ساعتی پیش از علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم حرفای آقای قرقاش برای دعوت ایران به مذاکره چقدر تازه است. اگر به خاطر داشته باشید چند روز قبل آقای روحانی اعلام کرد که نامه‌ای نوشته به سران کشورهای منطقه به نام صلح هرمز و از همشون خواسته که جواب بدن. آقای موسوی هم سخنگوی وزارت امور خارجه فکر می‌کنم پریروز بود گفت که از این کشورها یک هم مستقیم و هم غیر مستقیم جواب‌هایی شنیده و منتظر هست که رسما جواب بدن این کشورها به نام آقای روحانی. به این حالا می‌شود تلقی کرد به عنوان جواب رسمی امارات متحده عربی به ایران در برابر نامه آقای روحانی، به خصوص که این سخنان در یک جلسه به اصطلاح روزه استراتژیک نشست استراتژی راهبردی مطرح شده، یعنی جایی که سه روز هست اماراتی ها راجع به مسئله سیاست خارجی، مسئله نظامی، مسئله نحوه همکاری با آمریکایی ها و غیره و غیره دارن صحبت میکنن و چون در چنین جلسه‌ای گفته شده در حقیقت پاسخی است به ایران. و جالب این است که من امروز در سایت های ایرانی نگاه کردم ببینم آیا مثلا وزارت امور خارجه دولت به این حرف های صریح پاسخ داده یا نه، متاسفانه ندیدم. من فکر میکنم دارن مقامات ایرانی در هر حال تفکر میکنن که چگونه به این سخنان بسیار مستقیم پاسخ بدن. علی سعدزاده بود تحلیلگر مسائل خاورمیانه. ایران با همکاری پیمانکار روس بتن‌ریزی واحد دو نیروگاه اتمی بوشهر را شروع کرده. در این مراسم رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تا 8 سال دیگر ایران دارای بیش از 3000 مگاوات برق هسته‌ای خواهد شد. علی اکبر صالحی گفت تولید انرژی هسته‌ای سالانه 660 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی دارد. عبدالله عبدالله از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون انتخابات خواسته که روند بازشماری آرا را متوقف کند. آقای عبدالله در گردهمایی هوادارانش در کابل گفت نتایج این بازشماری برای تیم او مشروعیت ندارد. او هشدار داد که در صورت ادامه این روند تیم انتخاباتیش در مورد اقدامهای بعدی تصمیم خواهد گرفت. کمیسیون انتخابات گفته که کار بازشماری آرا امروز آغاز شده و پیش می‌رود. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد. عبدالله عبدالله در لباس منتقد از کمیسیون انتخابات. انتقاد از بازشماری آرا و رسمیت بخشی به آرایی که درج سیستم بایومتریک نیستند. او امروز در میان هوادارانش اینجا در خیمه لوی جرگه در کابل موقف تیمش را روشن کرد. چون بیومتریک نیست ما چی را میخواییم حساب کنیم؟ اما اساس کار صورت نگرفته. معلومات بیومتریک وجود ندارد. وقتی که در سرور مرکزی اما جایی که ما هم به او دسترسی داشتیم معلومات در مورد 2400 محل وجود نداره، پس معنایش این است که رأی وجود نداره. هر چیز دیگه که هست میتونه که در زنجیره تقلب شامل باشه. اگر کمیسیون بازشماری را در غیاب ناظرین ما ادامه بده، ما مجبور به اقدامات بعدی میشیم. این گردهمایی برای بسیاری خاطرات انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 را تازه کرد. جنجالی که در نهایت منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد. اما او این بار گفت که مصلحت به مصلحت. در اون زمان مصلحت در موکب بود که ما گپ به کشمکش نرسانیم، مصالح اولیای مردم را در نظر بگیریم. با اونمو ترتیب امروز مصلحت مردم و مصالح اولیای کشور ایجاب میکنه که رأی تقلبی باید از سیستم بره. خلاص. به یاری خداوند بزرگ رأی پاک مردم افغانستان، رأی پاک مردم افغانستان به کرسی می نشانیم. روشن نیست که با وجود این همه کش و قوس ها
سرنوشت اعلام نتایج نهایی که به تاریخ 15 قوس یا آذر درج تقویم انتخابات شده و کجا می کشد. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای رنجبر، چقدر فکر میکنید درخواست آقای عبدالله منطقی یا قانونی است در مورد اینکه خب این آرایی رو که او باطله مینامه میخواد اونها کلن کنار گذاشته شده و تعداد اونها هم کم نیست؟ با عرض سلام، ما به این معتقد هستم که اینمی حوادث تاریخی تکرار میشه، تکرار حوادث 2014 است و عمدترین انگیزه و علت ازمی همی قسم اقدامات ای است که یک تعداد از نیروهای سیاسی است که 18 سال حاکم بودن بر سرنوشت مردم افغانستان، آلی تا حدودی در اذهان مردم افغانستان به حاشیه کشانده شدند و اینا به هر قیمتی که باشه میخواهند در قدرت باقی بانند. در 2014 هم اگر شما به خاطر داشته باشین، در حدود 7-8 ماه ملل متحد رهبری کرد، شمارش آرا را دانه دانه رای حساب شد و رئیس جمهور معلوم بود. و اما همی تهدیدهایی که امروز آقای عبدالله این بروخ دولت بکشه و مردم واقف میسازه، در او وقت هم به این شکل تهدید کرد که ما زیر و زبر میکنیم و ما حتما به هر قیمتی که باشه نمیپذیریم. ولی حرفای آقای عبدالله آیا منطقی نیست که میگه اگر آرایی که باطلن خب اونا باید جدا بشن؟ ببینید، از نگاه قانونی ماده 33 قانون اساسی حق داده به تمام اتباع افغانستان که اینا هم کاندید باشن و هم رای بتن. رای یک حق اساسی مدنی اتباع هر کشور است. ای یک تعداد محدود نیست، 2400 محل رای دهی، ده ها هزار رای دهنده افغانستان از حق رای محروم میشن و علتش هم گناه عظیمی مردم نیست که اینا رفتن خطر بسیار بزرگ قبول کردن. اینا همه هدف بودن از طرف طالبا، شما خبر دارین که اعلامی طالبا برهنه بود. بر اساس قانون مگر نباید فقط آرای بایومتریک شمرده بشه؟ او این قسم نیست. ببخشین، من تکمیل کنم چیزی که میخواستم بگویم. اینا رفتن رای دادن، همه کاندیداها در این توافق کردند، حتی آقای غنی. من میفهمم اینا رفتن رای دادن، اینا در سیستم شامل هستن، یعنی در لیست رای دهنده بودن، اینا رای دادن، استیکر که داره تذکری از اینا به مفهومی ازی است که اینا در سیستم بیومتریک هستن. و اما سرنوشت این رقم شد که یک تعداد زیاد از وسایل بیومتریک یا دزدیده شدن، مفقود شدن، یا محافظیشان را بوده شد، یا تخریب شدن. اینال اینمی ده ها هزار شهروند افغانستان به خاطر تقصیر کمیسیون و کارمنده کمیسیون یا افرادی که عمدن این کار کردن و در محالات این صورت گرفته که رقیب آقای عبدالله رای بیشتر داشته، به می مناسبت ناراحت است. اینال و ناظرین از اینا امضا کردن در ریزلت شیت، کمیسیون میخواد که هیئت ها بفرستن. ولی شما خودتونم میفرمایید که این آرا عملا اون اتفاقی که برای آرای دیگه که به صورت بایومتریک مشخص شده که این آرای صحیح هستند، این اتفاق برای این تعداد رای نیفتاده، بنابراین آقای عبدالله کم و بیش داره درست میگه. درست نیست، از نگاه شکلی درست است، از نگاه محتوا ما گفت عرض کردم که این نقض قانون اساسی است که من میرم رای میتم و اما دستگاه بیومتریک تخریب شده، خراب شده، یا بعدا رای ما وجود داره و مفقود میشه یا حافظیش قانون انتخابات دزدیده میشه، چیز دیگه ای میگه. ممنونم از وقتتون آقای رنجبر. کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل با ما. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه خواسته با فسادهای به گفته او میلیارد دلاری برخورد کند. امارات از ایران خواسته درباره فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ایش با قدرت‌های جهانی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به پای میز مذاکره برگردد. در ادامه این برنامه، جشن و پایکوبی در توکیو برای تاجگذاری امپراتور جدید ژاپن.
رئیس جمهوری ایران از کشف یک میدان بزرگ نفتی خبر داده. حسن روحانی این اتفاق را خبری خوش در شرایط تحریم نفتی ایران توصیف کرده. گفته شده که این میدان نفتی در استان جنوبی خوزستان قرار دارد، در محدوده شهرستان بستان تا امیدیه و دارای حدود 53 میلیارد بشکه نفت خام است. وسعت این میدان نفتی حدود 2400 کیلومتر مربع اعلام شده. علی خردپیر همکارم اینجا در استودیو با ماست. ای چقدر این کشف میدان جدید میتونه اصولا تاثیر بذاره بر ذخایر کلی نفت ایران؟ مجید، یه نگاهی باید بندازیم به این که در واقع جایگاه ایران در بین کشورهای بزرگ صاحب نفت در جهان کجا هستش. در رتبه جهانی ایران در مقام چهارم هست، اول ونزوئلا با 302 میلیارد بشکه و سپس در واقع عربستان سعودی، کانادا و در نهایت ایران با 155 میلیارد بشکه نفت، حالا در واقع که تحت عنوان ذخایر اثبات شده ازش یاد میشه قرار داده. این آمار آماری هستش که سال گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مطرح کرده. اما در آنچه که امروز شنیدیم از زبان رئیس جمهوری، ما متوجه میشیم که دومین میدان بزرگ نفت ایران در واقع کشف شده. اولیش میدان اهواز هست که 65 میلیارد بشکه ذخایرش اعلام شده بود و امروز صحبت از 53 میلیارد هست. اما نباید فراموش کرد که در واقع این خبر بزرگ حاکی از ابهامات بسیار زیادی هست، از جمله اینکه وقتی ما در مورد نفت درجا حرف میزنیم، این در واقع شامل میعانات گازی و آنچه که همراه نفت وجود داره هم میشه. اگر نیمی از این 53 میلیارد بشکه به عنوان نفت اثبات شده به عنوان ذخیره مورد تایید قرار بگیره، میتونه در رتبه جهانی ایران رو کماکان با کانادا، یعنی اون کانادایی که رتبه سوم داره، شانه به شانه بکنه و در نهایت جایگاه ایران رو ارتقا بده. ایران همین حالا هم مشکلات زیادی برای فروش نفتش داره و عملاً تحریم‌های آمریکا اون رو خیلی سخت کرده و ایران به شدت وابسته است به این درآمد. این کشف جدید آیا ممکنه در درآمدهای نفتی ایران هم تأثیری بذاره؟ مسئله‌ای که وجود داره این هستش که از تبدیل نفت به یک ثروت در واقع مسیر بسیار طولانی وجود داره. امروز ما در مورد نفت درجایی صحبت می‌کنیم که حتی نمی‌دونیم چه میزان اون قابل استخراج هست. در واقع برای استخراج این نفت که باز هم کیفیت اون رو نمی‌دونیم، نیاز به فناوری وجود داره، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود داره و فاکتور زمان فاکتور بسیار بسیار مهمی هستش که خب طبیعتاً از زبان رئیس جمهوری ما اون رو نشنیدیم. البته گفته شده که وزیر نفت قرار هستش که فردا در مراسم ویژه جزئیات بیشتری رو بگه، اما واقعیت این هستش که اگر ما از به استخراج هم برسیم، به مراحل پالایش رو هم پشت سر بگذاریم، سوالی که وجود داره این هستش که در سالهای آینده اگر قرار باشه شرایط سیاسی ایران همین گونه باقی بمونه، ایران چگونه میخواد میزان صادرات خودش رو اساساً افزایش بده؟ ممنون از آقای علی خردپیر همکارم اینجا در استودیو. در ایران رئیس مؤسسه حمایت از بیماران پوستی خاص از مرگ 15 کودک مبتلا به بیماری پروانه‌ای یا EB به دلیل عفونت ناشی از نبود پانسمان مخصوص خبر داد. رضا هاشمی گلپایگانی مدیر عامل خانه EB گفته که علت این وضعیت تحریم‌های دارویی آمریکا بوده است، هرچند آمریکا میگوید دارو مشمول تحریم نیست. به گفته او هزینه پانسمان این بیماران روزانه 250 هزار تومان است. EB یک بیماری ارثی است که در پوست و قشای مخاطی تاول ایجاد می‌کند. شورای شهر تهران نام بلوار فردوس غربی را به ناصر حجازی تغییر داد. ناصر حجازی دروازه‌بان پرآوازه تیم‌های ملی ایران و استقلال تهران بود که 8 سال پیش درگذشت. گفته شده که دلیل این نامگذاری قرار داشتن محل تمرین تیم استقلال در این خیابان است. نام میدان و خیابان پیروزان هم به پرسپولیس تغییر کرد.
شرکت ملی نفت عربستان آرامکو اطلاعاتی را درباره عرضه عمومی بخشی از سهام این شرکت منتشر کرده. انتظار می‌رود عرضه سهام آرامکو بزرگترین موردی باشد که تاکنون در بازار بورس دیده شده. این اولین بار است که اطلاعاتی درباره نحوه کار این شرکت منتشر می‌شود. بر اساس این اطلاعات آرامکو قرار است 0.5% از سهامش را برای سرمایه‌گذاری شخصی ارائه کند. ژاپنی‌ها تاجگذاری امپراتور جدیدشون رو دیروز در توکیو جشن گرفتن. ناروهیتو 6 ماه پیش جانشین پدرش آکیهیتو شد و 3 هفته پیش رسماً به تخت امپراتوری تکیه زد. این جشن‌ها به خاطر طوفان تا دیروز به تعویق افتاده بود. برگردان گزارش رو ببینیم از تیم آلمن. این آخر هفته در ژاپن یک جشن ملی بزرگ برگزار شد و به نظر می‌رسد بهترین قسمتش را برای آخر نگه داشته بودند. رژه‌ای که یک رقص سنتی مردمی را به نمایش می‌گذارد. همینطور رژه گروه‌های موسیقی پلیس و آتش نشانی. بخشی از این مراسم به خاطر طوفان هاگیبیس چند هفته به تأخیر افتاده بود، اما در نهایت دریایی از رنگ و صدا و هیجان به وجود آمد. با فرا رسیدن شب امپراتور و ملکه از قصر بیرون آمدند. هزاران پرچم و فانوس به رقص در آمدند. از هر کسی که امروز اینجا بود تا این مراسم رو جشن بگیریم تشکر میکنم. از پیام هایی که از مردم گرفتم خوشحالم. بعد نخست وزیر شینزو آبه ادای احترام کرد. او گفت مردم ژاپن و خودش یک بار دیگر میخواهند تاجگذاری امپراتور را جشن بگیرند. قطعات موسیقی ویژه‌ای اجرا شد، از جمله قطعه جدیدی با نام درخشش آب که برای این مراسم ساخته شده بود. دیروز امپراتور و ملکه با ماشینی روباز از توکیو خارج شدند. آخرین مراسم و آخرین جشن‌ها. دوران امپراتوری جدید آغاز می‌شود. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.